سلام ایرانی بازی اینجا با شما زان و بله برگشتیم با یه ویدیو از بابت بتستا، سکوئر اینکس و نینتندو. و چرا میگم این ستا رو دوباره توی یه دونه ویدیو انجام بدم؟ من که احساس یه صدای شنیدم که امندا خانوم و گلناز خانوم والا هر دوتایشون از همدیگه میترسن و گفتم که برم برگردم یه لسپلی از اون انجام بدم. و آره دیگه من اینطورم که یکم سختم که اوکی بریم این از بابت بتستا شروع کنیم. و واسه این که این ویدیو زیادی بلند نشه گفتم که فقط نقطه ها یا از همه بازی ها حرف نزدم یا اسمشون نیارم یا کلن، ولی همه بازی هایی که نشوندن این زیر لینک میکنم واسه شما از آن که بتونیم به این تریلش، گیم پلیش یا اونی که نشوندن بریم ببینیم. و بله بریم با بتستا شروع کنیم. و بله اولین بازی که نشوندن از بابت دوم 4، ولی گفتن دوم دیگه، ولی آره دیگه دوم 4 دیگه، یا اصلا دوم 4444 یعنی 444 و خیلی هم باحال بود. و آره دیگه از زانی گیم پلی نشون دادن که والا این آقا یاروه، نمیدونم اسمش چی بود، آقا یاروی کله این ماسکشو یا کلاهشو زد رو سرش و بعدم مثل بدس رفت هم تو زرت همه رو ورد کشتش، خونی و مال زرت این طرف زرت اون طرف و همه رو منفجر کرد. بعدش هم یه های زرت همینطوره زرت این مال وال اره و بعد زرت همه چه پرت کرد و دیگه رفتش دیگه هوا. و آره دیگه بله از بله خیلی خونی و مالی شد و کله یارو اون یارو رو وعداش و لهش کردش. و خیلی هم جالب بود، مثلا گیم پلی از بابت اون نشون دادن و بعدش دوباره از بابت آنلاین فیوچرش حرف زدن که میتونه آدم مثل فاکرای بازای فاکرای 2، فاکرای 3، فاکرای 4 میتونه آدم مپ خودشو درست کنه و مثلا لی اوت یا چی میگن خود بازی خودشو درست کنه واسه آنلاین که بقیه بتونن بیان بازی کنن و دیگه لذت ببرن دیگه. و خیلی هم جالب بود. بعدش دوباره یه گیم پلی نشون دادن از یه هیولا، آخر اون گیم پلی یوی خواستش تو رو بدانه و نفهمیدیم اون مرد یا نمردش، ولی فقط دعا میکنم که اون مردش دیگه چیکار کنه. بعدش بازی که من چشمام گرفتش، شما از آن میدونید که من یه فمینیسمم، یعنی ایکوال 50-50 مرد زن یکی هم اینطوره میتونیم بگیم، یا من میگم با اینکه از نظر من زن نباید پایین باشه یا مرد برعکس یا اینطوره و زن و مرد فرق نمی کنه والا. و خیلی هم خوشحال شدم که گیم پلی از بابت زن نشون دادن و بله دیش آن دو یه گیم پلی از بابت این زنه نشون دادن و خیلی هم گرافیکش باحال بود، میگن کوالتیش باحال بود، گرافیکش کوها و همه چیش. و آره دیگه خود این آقات که این بازی دیشارنت دور دوست کردن گفتن که دیشارنت ریمیک اچ دی هم میخواد بیاد واسه پلیستیشن 4. و آره دیگه که منم گفتم وات چرا، من هنوز دیشارنت یکو دارم اینجا، کامان چرا، اصلا چرا؟ از نظر من دیشارنت یکم بد نیستش ها واسه پلیستیشن 3، گرافیکش و کوالتی اون بازی خیلی قشنگه. و بله میدونم یه دستگاه 7 سال قدیمی، ولی آره دیگه بریم دیگه چیکار کنیم. بعدش ولی یه چیزی که میخوام یه نقطه بزنم از بابت این بازی، از بابت این دختره، اینه که این دختره کمی شبیه اون دختره نبود تو بازی اساسین کرید سیندیکیت بودش؟ والا یکم خیلی شبیه ایوی بود، یا ایوی فراید یکم شبیه هم دیگه، هر دو تایشون یه جوری موهاشون کوتاست، هر دوتایشون کپی همدیگن. و کلن تا حالا که زن اومده تو این اصلا تو این اندستری بازیه، مثلا این دخت زنه تو بازی The Order 886 والا اون زنم کپی این دوتا زن هست، یعنی فکر همین آقای رفته این سه تا زن رو دیزاین کرده و هر دفعه هم دیزاینشون کرده اصلا بیکار شده، نمیدونم چرا، ولی والا این سه تا زن ها تو این بازی ها کپی همدیگه هم یکم شبیه همدیگه هم. بله مثلا موهاشون مثلا موهای این دختر تو تو دشانه دو یکمی تا مثلا نه دیگه مشکی تره و تو
تو بازی از کریدی یکی می روشنتره و آره دیگه. ولی راستی یکی می شبیه هم دیگه نیستن اینا. بعدش که نشون دادن از بابت ایل سکرولز تامریال انلیمیتد ادیشن نشون دادن، ولی آره دیگه واسه شما این زیر لینک میکنم. و بعدش رفتن به دیگه فال اوت 4، فال اوت شلتر، و از بابت فال اوت 7 و گیم پلی هم نشون دادن واسه ما و خیلی هم باحال بود. ولی آره دیگه چیکار کنیم، ولی مثلا یه ویدیو هم بعدا دیدم که یکمی از بابت همونی که تو واسه ایکس باکس نشون دادن و واسه همین بتست نشون دادن یه یکمی واسه ویدیو فرق میذارن واسه این دوتا بازی ها، واسه این دوتا گیم پلی ها که یکمی شبیه هم دیگه نبودش. فکرم یکیش از واسه پی سی بود و یکیش هم واسه ایکس باکس وان دیگه، مگه نه اینطوره بود. و بله از بابت فال اوت 4 هم میکمی حرف زد و آخرش هم گفتش که آدم میتونه خونه ساختمون خونه خودش رو درست کنه، شهرک خودش رو درست کنه و آره دیگه مثل خیلی باحاله. واسه اینا یه بازی اپ واسه آیپد نشون دادن به نام فال اوت شلتر که والا از نظر من بیشتر آدم بچه دار میشه. یعنی کلن پوینت اون بازی یا نقطه اون بازی اینه که آدم بچه دار بشه و این کمیونیتیشو بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر کنه و همزمان هم که بزرگتر و بزرگتر میشه سختتر و سختتر میشه دیگه، مگه نه. و بله این از بابت بتستا و چیزهای دیگه هم گفتم ولی دیگه زیاد نمیخوام بیارم. بریم به نینتندو. و بله نینتندو عزیزان که میدونم که همه بو میکنن واسه اون، ولی از بابت من نینتندو خیلی کمدی بودش امسال، اصلا کمدی. مثلا یهو این سه تا آقای بزرگ تو نینتندو یهو عروسکی شدن و اصلا عروسک بودن از اول تو این ویدیو و خیلی باحال بود. مثلا یکی اینا داشت تمرین میکن و گفت نینتندو 62، نینتندو 63، نینتندو 64، نینتندو 65. خیلی باحال بود. بعدش رفتم تو استودیو که خواستم مثلا شروع کنم ضبط کنم و از بابت نمیدونم حرف بزنم از چیزی، بعد یه هوی شکلاشون یکمی عوض شدش. بله سه تا کرکتر که از بازی ستار فوکس زیرو شدن. و بله ستار فوکس زیرو دوباره برمیگه واسه نینتندو و خیلی هم اونایی که والا یه گیم پلی تریلر هم نشون دادن که خیلی هم باحال بود از نظر من. بله بازیش گرافیکش کوالیتیش مثل این بازی پلیشن دو بود از نظر من. و بریم به بعدی. بعد از اون یه آقای دوباره اومد به انگلیسی دوباره شروع کرد صحبت کنه که خیلی هم باحال بود، بگم مثل ژاپنی نبود. و یه چیزی که من ناراحت شدم که اصلا چرا اینو گفتن، نه اصلا این نقطه دوم از بابت نینتندو چرا گفتن، اصلا چرا آوردن بالا اینو. بیشتر ما من و شما اصلا فکر کنم شما اصلا میخواییم بدونید که نینتندو NX یعنی چی و اینا. نینتندو گفتن که با یه دستگاه جدید میخواییم بیان بیرون کود نیم یا آره دیگه کود نیم NX. و بله ولی این آقای همینطوری زرت رفت گفتش که آره دیگه متاسفانه دیگه بیشتر از بابت NX سال دیگه میخوان حرف بزنه. و بله متاسفانه دیگه امسال نمیدونیم چیه. و بله بریم به بازی بعدی. یک کمی جالب بودش که بازی بعدی رو نشون دادن از سوپر ماریو میکر که شما از آن میتونید دوباره مثل دوم، مثل فاکرای، مثل لیول های خودتو درست کنی و خیلی هم باحال بود. مثلا لیول خودتو درست کنی که دوستاتون، رفقاتون، فاک فاملتون بیان بازی کنن و خیلی هم باحال بود از نظر من. بنکه والا خیلی باحال بود. بعدش بریم به بازی که من شوکه شدم. بله واسه این بین این سوپر ماریو میکر و والا این بازیه به نام زینوبلید کرونیکل X تریلر نشون دادن، یه گیم پلی تریلر نشون دادن که من شوکه شدم. میگم وات اوکی، یعنی گرافیک این بازی اینطوری میشه؟ نه اصلا گرافیک این بازی اینطوری میشه
نه شما ازم بگین گرافیکش یکمی بین پلیستیشن 2 و پلیستیشن 3 نه پلیستیشن 4 پلیستیشن 3 اینطورا بودش. اصلا من شوکی شدم که وقتی این گیم پلی رو دیدم. و بله بازیش میخواد بیاد بیرون و بله بعد از این بازی کرونیکل اکس یا زینو مثلا میخوام کرونیکل اکس زینو بلید کرونیکل اکس بله گفتم کرونیکل اکس بعدش نشون دادن هپی هوم و بله دوباره میتونم با امیبو دوباره شما از امیبو چیه واسه نینتندو که میذاره رو نینتندوت و زرک میره تو بازی مثلا کن نینتندوت و کرکترش میره تو نینتندو خیلی هم جالبه. و آره دیگه مثلا هپی هوم مثلا آدم بازیش گیم پلیش دیدش از این تریلش و مثلا بچگونه هست خیلی نازه مثلا چی میگه از این بازی تو موبیلیه که آدم میتونه واسه بچه ها دانلود کنه خیلی نازه خیلی. بعد از که از بابت هپی هوم و امیبو اون هفته دن رفتیم به یوشی. یه زنه اومد از بابت یوشی حرف زد که گفتش که بله مثلا اگه شما از آن یادتون باشه از بابت یارنی حرف زدم و تو سون ای بودش یارنی و بله مثلا همون دیگه انراول یارنی و بله این زنه با نخ یوشی رو درست کرده بودش و خوشبختانه این آقاهایی که یا این شرکتی که این بازی رو یوشی رو درست کرده بازی های یوشی رو درست کرده اینو دیده یعنی مثلا این زنه مثلا زنه رو مثلا این کرکتر یا خود مال یوشی نخیش رو دیده یا مدل نخیش رو دیده و بله یوشی نخی رو گذاشتن تو بازی کلن اینطور میتونیم بگیم یعنی از راستکی به بازی گذاشتن و خیلی هم جالب بود مثل بازی یوشی ها دیگه ولی این دفعه با نخیه و دیتیلش بهتره از نظر من خیلی خیلی مشتی. آخرین بازی که نشون دادن نینتندو که واسه من جالب بودش نینتندو تنیس یا ماریو تنیس میگم نینتندو تنیس چه میگم مثلا نینتندو تنیس ولی هیچ جور میتونم بگم نینتندو تنیس دیگه برای اینکه ماریو از بابات نینتندو ماریوه و یه جوری به هم دیگه میچسبن دیگه ولی ماریو تنیس به نام بازشه و آره دیگه نه خیلی باحال هم مثلا چیزای آیدی یا چیزای جدیدی میارن بالا که آدم میتونه بازی کنه مثلا والا ماریو کارت گذاشتم بعدن شاید دو سال دیگه با ایس کامبت 4 ماریو بیان بیرون که هوا بازی هواپیما جنگی باشه بزن اینطوری بزنن این طرف و اون طرف خیلی باحال میشه بله خیلی هم باحال میشه و اینم آخرین بازی بود از نینتندو از نظر من خیلی خوب بود و بله بریم به سکویر اینکس و آره دیگه سکویر اینکس من نمیفهمم این مردم اصلا نه نداشتن حال نداشتن یا اصلا قهوه نخوردن البته خواستن این سکویر اینکس پرس کنفرانس رو ببینن یکی از نظر من خیلی عجیب غریب بود هیچ کی دست نزد که اصلا یه هم نگفتن آقای همین جلوی میکروفون گفت یه با اون اینطوری شدن نمیدونم مثلا خودم خوابم بردش هر وقتی اونو دیدم ولی اولین بازی که نشون دادن که از نظر من یکی بزرگترین بازی هست به نام Just Cause 3 و بله گفتم تو ویدیو قبل از Just Cause 3 ولی Just Cause 3 یا گفتم Just Cause اون وقت و بله Just Cause گیم پلی نشون دادن و ولی تو گیم پلی بیشتر منفجر این طرف منفجر اون طرف ماشین زرت ماشین پرت ماشین بوم اینطور شدش و اصلا نفهمیم چی شد ولی یه چیزی هم جالب بودش که از این پراشوت دارن که مثل بتمنه یا مثلا از این چیزا دارن که مثلا تو هواست مثل بتمن میتونن اینطوری گلاید کنن تو هوا و اینطوری ریلکس بیان پایین کلن اینطوری دیگه چیکار کنن ریلکس بیان پایین مثل بتمن که خیلی هم باحال بود از نظر من دیتیل بازیش خیلی عجیب غریب بود و دعا میکنم دیتیل مثلا صورت های این کاراکترها رو بهتر کنن تا بازیش بیاد بیرون برای اینکه از نظر من یکی عجیب غریب بود کلا این دیتیل خود بازیه مثلا از دور بد نبود ولی از نزدیک مثلا صورت های این کاراکترها میدیدی نه زیاد خوب نبود
والله نمیدونم چرا. بله بعد از اون یکم بریم جلوتر، متاسفانه سکوئر اینیکس اینطور بودش که آره دیگه، یا آقای این آقا یا این مردمایی که بیشتر حرف زدن ژاپنی حرف زدن و یه آقایی بودش که ترجمه میکردش به انگلیسی و یه هایی نمیدونم چه گم و گور شد، این آقا نمیدونم رفت قهوه بخوره، رفت دونات بخوره، یا اصلا رفتش نهار بخوره تو رستوران والا بغل ESA بودش، رفتش اونجا نهار بخوره یا چی شدی، ولی گم و گور شد اصلا، صداش اصلا قطع شد یه هایی، حبت خواستش از بابت بازی های مختلف حرف بزنه. و بله ولی آره دیگه، بریم به بعدی. بازی بعدی که نشونه دوباره رایس آف دی توم ریدر نشونه، ولی این دفعه از بابت بازیش نه، یعنی گیم پلیش نه، این دفعه از بابت که لباسش رو دیزاین کردن و خیلی هم باحال بود از نظر من، میگم دیتیلش گرافیکش، مثلا اوکی هر وقتی مثلا جای برفی هست برف میاد میبینه آدم که لباس لارا کرافت برفیه و آره دیگه، چه احساس دارم که گفتم اماندا ریپلی، چین من نمیدونم چه اماندا ریپلی تو کلم گیر کرده ای بابا ولی همین. و جالب بود مثلا حوضی رفتن تو، مثلا رفتن بغل آتیش نشسته بودن و تونستن ببینن که اصلا هیچ برفی نبوش، بعد مثل ریالیستیس مثل راستکی کردن دیگه اون بازیو. و بله این نقطه ها بودیش از بابت سکویر اینکس نینتندو و بتستا از نظر من. و بله واسه اینه که من این ویدیو اینقدر کوتاه کردم برای اینکه بتونم برسم برگردم به لتس پلیام. و میدم این ESA سال پیش هدفم بودش این کارو کنم و کردم، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. و بله تا دفعه بعد لتس پلی بعد Alien Isolation، و تا دفعه بعد خوب باشین، خوش باشین، ایرانی بازی اوت.